Як сокини ноҳияи Фархор табибонеро ки ба гуфтааш боиси марги ҳамсар ва тифли ба дунё наомада шудаанд дар бемасъулиятӣ муттаҳам карда аз болои онҳо ба додситонӣ шикоят кардааст. Меҳрубон Буриевӣ 25 сола мегӯяд, пизишкони маҳаллӣ натавонистанд ҳамсари 22 солаи обистанашро сари вақт ташхис ва аз марги ӯ ҷилавгирӣ кунанд. Ин сокини деҳаи Дӯстии ноҳияи Фархор мегӯяд, ҳамсараш як моҳ пеш бо тифли 8 моҳааш дар батн даргузашт. Ин ҳамсоҳбати мо иддао дорад, ки бемории ҳамсараш Гулбаҳор Ҳолатовай 22 сола, ки аз рӯзи аввали ҳомиладорӣ зери назорати пизишкони маҳаллӣ қарор дошт ва пайваста аз ташхис мегузашт, танҳо пас аз 8 моҳ ва он ҳам замоне мушаххас шуд, ки кор аз кор гузашта буд. Меҳрубон гуфт, вақте ҳамроҳ бо ҳамсараш ба душанбе ба меҳмонӣ меомад, вазъияти ӯ дар роҳ бад шуд ва ӯро ба таваллудхонаи рақами 1 пойтахт бурд. Табибон дар душанбе мушаххас карданд, ки Гулбаҳор гирифтори бемории гепатити B ва S аст. Бемории, ки ба гуфтаи табибон, бояд дар ҳафтаҳои аввали ҳомиладорӣ ташхис ва мушаххас мешуд. Ба гуфтаи ин ҳамсоҳбати мо, баъд аз он, ки дар таваллудхонаи рақами 1 бемории ҳамсараш муайян шуд, ӯ дар ҳолати беҳушӣ афтод ва тифли батнаш мурда таваллуд шуд. Вақте хостанд ҷарроҳиаш кунанд, аллакай дер шуда буд, чун пас аз 2 рӯзи фафти кӯдак ҳамсараш ҳам вафот кард. این ساکنی فرخور میگوید دعوای اصلیش این است که پزشکان محلی به پرواگی یا اشتباه کار خود را اقرار نمیکنند و باید از حق تلاشی شهروندان در این راه سبق گرفته در انجام وظیفه خود مسئولیت بیشتری احساس نمایند. در بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور خانواده شوهر این زن را در وفاتش مقصر می‌دانند. رجب علی قربانوف سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور در صحبت با رادیو آزادی گفت گلبهار حالت و در دو مورد باری اول با درد گرده و مرتبه دوم با بیماری درون‌روی به بیمارستان مراجعه کرده است. با تاکید سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور باری دوم که گلبهار حالت و با بیماری سرایتی درون‌روی به بیمارستان مراجعه کرد خانواده شوهرش اجازه بستری کردن او را ندادند و تنها با داروهای فرموده دختران او را در خانه تبابت کردند. سبب فوت اکسترن یا که فوری شدن او گپاتی شدن نمیتوند برای که اکثریت ادم ها گپاتی دارد با مدت میگردد در همون دوره اوید گزه که گرده تبابت گرفته بود دختر تبابتی اوید گرده و همین شد تبابت کرده است اوید گپاتی باید در مرحله 27-28 هفته در شرایط حاملداری در دوره حاملداری در مرکز سلامتی رپرودکتیوی از تحلیل گپاتیت میگذشته بودستند. این دوره که در بیمارخانه خوابید است 17-18 هفته بوده است. شیرعلی رحمت‌اللهیف سردار رئیست تشکیل خدمت‌رسانی تیبی و مادر و کودک وزارت تندرستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت در روی خط مادران فوتیده اسم گلبهار حالات و همسر مهربان بوریف نام‌نویس شده است و حالا برای روشن کردن حادثه پاسخ دادستانی را انتظارند ولی گفت آنها هر یک حالت مرگ و میر مادر و کودک را جدی تحقیق کرده بعداً چاره اندیشی میکنند در وقت حاملگی حتما گپاتیت میشورند دیوگرافی میگذارند برای ویسپیت وای میکنند در 12 هفته اینا اگر از روی خطر باشد باز از 28 تا 36 دیل را باز برای ویسپیت وای میکنند افسه دارد میکنند روی خونش میگیرند روی روش میگیرند پیشوف شو میگیرند دلیل میشه چه میکنند همه یعنی چیزا وای میکنند او از روی باید اکنو باید که زن زن حامله 7 مراتبه تا 8 مراتبه باید که همون دوره حامله داریش این پشتی هر ماه 1 مراتبه باید که روید خودش سنجد. در دوتیتونی نوحیه فرخور هم وارد شدن چونین یک شکایت رو بر رادیو آزادی تصدیق کردند اما گفتند به خاطر خلل وارد نشدن به جزئیات تفتیشات از دادن اطلاع بیشتر خودداری میکنند شکایت این ساکن فرخور از کار طبیبان محلی در حال است که در گذشته نیز مرگ چند زن هنگام تولد در سغد و بدخشان و منطقه های دیگر کشور در مطبوعات مطرح شد. هفته قبل هم دادستانی سغد خبر داد که در طول 1 سال و 3 ماه اخیر علیه طبیبانی که کارشان باعث مرگ مادر یا کودک نوزاد شده است 9 پرونده باز کردند. ولی پرسر و صدا ترین قضیه مرگ ممتاز شیرینبکوی 26 ساله در پی تولد فرزند در زایشگاه شهر خروغ بود که 3 سال پیش رخ داد. بعد
برای تحقیق این حادثه زرینه قربان ممدوه پزشکی نوبدار زایشگاه با اتهام خنک نظری عیبدار دانسته شد. سال 2016 وزیر وقت بهداشت تاجیکستان نصرت الله سلیم زاده گوهر راه یافتن اشتباه در کار طبیبان تاجیک را اعتراف کرد ولی گفت نه همه دکتران این گونه کار میکنند. کارشناسان میگویند مسئولیت طبیبان در رعایت مقررات طبی و کسبی صادق شدن به سوگند هیپوکرات و مسئولیت تمام در نزد بیمار و کسب خود میباشد. ولی از سوی دیگر عوامل های نظیر معاش کم و ناقناعتمندی طبیبان از کار خود باعث دلخنکی آنها از کار و تاثیر آن به صفت خدمت طبی گفته می شود. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از هر 100 هزار مادر در سال 65 نفر و از هر 100 هزار کودک تا 5 ساله 43 طفل به علتهای مختلف وفات می کنند.